محسنین عزیز السلام علیکم لکچر هشتم سافتیر مطلب است ما در این لکچر می خواهیم برای محاسبه سلسله ها از لوپ استفاده کنم لوپ تشریح می کنم برای محاسبه سلسله ها دو دانه مثال در نظر گرفتیم یکی سلسله کاس یک تا و پنج که کام مساوی یک تا پنج است کام مربع و دیگه هم سلسله دو کام مربع جمع سه کا تا سه ایره هم محاسبه میکنم وقتی که برای سه و برای پنج محاسبه شد برای صد و برای ده هم در این قالب یا در حین استرکچر شما میتونید اینا را محاسبه بکنید ببینین ما در درس گذاشته لوپ برای محاسبات بدون سلسله برای محاسبات توابع استفاده کردم حالا اگر لوپ در اینجا استفاده کنم ما میایم سافتویر ملاو باز میکنم در اینجا میشه که ما امی سلسله وای مساوی با یا سلسله کام مربع را از یک تا به پنج در معرض محاسبه قرار بدم و ایره ما تشریح میکنم مثلا میگم که اس مساوی به صفر میتونم که این کارها را در کجا انجام بدم میتونم که در سیفشان بکنم و اینجا یک پیچه میگیرم در اینجا انجام بدم اس مساوی به صفر چون سلسله است آغاز کار از صفر انجام میدیم دوم برش میگم که قیمت که چند است که ما مساوی است از یک تا و پنج تا و پنج است سوم امی لنت اینمی قیمت ها را پیدا میکنم میشه که قیمت ها از یک تا و پنج قدمش یا استپش تغییر کرده باشه ما به صورت عموم مسئله را میخوایم حل بکنم بنان میگم این مساوی با لنت کا و بعدش فار استفاده میکنم زمانی که ما میخوایم لوپ استفاده کنم لوپ کامندش فار است از فار استفاده میکنم فار آی مساوی با از یک تا به چند تا به لنتش که تعداد لنتیزی چقدر است و حتی میشه که در اینجا قدم هم در نظر بگیرم قدمش یک است ضرور نیست خودش اتوماتیک یک میگذاره فار از یک تا به ان و آل میخوایم که امو سلسله را محاسبه کنم و نامش اف میمونم اف ما مساوی بود به که مربع البته اف هم تابع چه باشد؟ تابع آی است که در برابر آی ها اف آی مساوی به کای آی مربوط لن میشه کای آی بطاقت دو بطاقت دو ایره هم تحت محاسبه قرار میتونم و بعدش میخوایم که حاصل جمع تشکیل کنم اس مساوی به اسم قبلی که صفر بود جمع اف آی گیره هم تشکیل میکنم و بعد از او ان میگم ان حالا اگر بخوایم که من یه حاصل جمع محاسبه کنم آخرین اس باید با چه برسه؟ با چاپ برسه خب ما یک باری را چک کنم بود ما تشریش میکنم و ای را سیف میگم رنش میکنم سیفشم اینا سیف گفتم در مطلب در حقیقت سیفش اینی است در اختیار ما قرار داره و ای را میتونم که رن بگویم وقتی که رن بگویم محاسبه ما چند میشه اسم ما 55 میشه به خاطر یزی که به خاطر اگه داشته باشین در حالی که مایر قبلا هم محاسبه کرده بودم چند شد 55 شد ببینید در اینجا اگر
اگر می خواستم که ما این فنکشن دیگر تحت محاسبه قرار بدم که او عبارت از چی بود؟ عبارت از دو کم ربع جمع سه کس، اید دیگه تغییرات آوردن نمیشه در این پروگرام، فقط پنج سه میشه و بجای کم ربع دو کم ربع جمع سه کم میشه و این سلسله دوم هم محاسبه میشه. شما ببینین که من این محاسبه کنم. یه سیف شده اینه ببینید که ما از یک تا چند میشه تا سی و این ما امیلند شست ایم کاملا درست است، فقط و فقط سی کام ربا جمع چند بود؟ جمع دو که بود نی؟ سی کام ربا اینه سی دو کام ربا جمع سی کام ربا بطاون دو آه بله اینجا موجود است دو کم ربع جمع سه که جمع سه ضرب که آی به این شکل و دیگه هیچ تغییراتی در اینجا وارد نمیشه و به بسیار سادگی اگر ما سه بگوییم و این محاسبه انجام میشه که مساوی به چند میشه؟ مساوی به 46 میشه. اگر شما دقت کنین اینجا محاسبه 46 است که این سلسله را به دست به صحت محاسبه شده و من این را تشریح میکنم امی سایکل برای محاسبه سلسله ها. اگر اس مساوی صفر و که مساوی یک باشد زمانی که که کوچک از سی است میای این وای محاسبه میشه یا اف محاسبه میشه. من در اونجا ایره اف گفتم، میتونیم ایره اف بگوییم که اشتباه نکنین، اف محاسبه میشه و بالاخره به اینجا میای اس مساوی و اس جمع اف میشه و به می قسم که در اینجا بالا میره و که یک عدد یعنی که ما دو میشه، دو رو میبره دو در اینجا میشه و اس ما مساوی به خود اف میشه. این جمعه که دو شد، اگر کوچک سی است باز دوباره محاسبه میشه، باز که سی میشه، باز هم اگر در صورت که چار شد به تو بر میگرده به این جمعه و اینجا در حقیقت سیاکه محاسبه میکنه، باز سیاکه در اینجا مگذار همراه اف دوم جمعش میکنه، اس دوره که محاسبه که اف یک اینجا میگذاره، اف سه رو محاسبه که اف دور اینجا میگذاره، اف چهار رو با می رقم در یک سیکل و آخرین مرتبه که اینجا میرم و اس آخری همراهش هست که این محاسبه میشه. اگر ما بیایم در اینجا اسه مثلا انتقال بتم که در بعد او صورت حاصل جمع قسمی محاسبه میشه، بیایم که ما اسه از اینجا گل میکنیم، بیایم در اینجا دقت کنین و اینجا میگیم که اس ثابته، اینجا که بگویم اس ثابته اس حاصل امو اس های قسمی رو میتر، چرا که بین فار و اند آمده و هر دفعه که دوران میکنه در حقیقت اس یک هست، اس دو هست، اس سه هست، اس در برابر که یک هست، اس در برابر که دو هست که یعنی به این که اگر بگویم که خیلی که چه میشه و بالاخره اس چه میشه این و این را ران بکنم اینم حاصل جمع قسمی حاصل میشه. اگر دقت کنین اینجا دید جواب بالا بود تا به اینجا ایک هست حاصل اس سی هست اس ما پنج هست. خب که ما یک دو سی هست که در برابرش در برابر یک پنج در برابر دو در اینجا محاسبه میشه 19 در برابر سیش محاسبه میشه 46. برای ازی که ما حاصل جمع پیدا کرده باشم بهتر است که چه کار کنم؟ بیایم در اینجا و اس داخل بخوایم که اس مساوی به چند میشه، این را سیف میگم و رن میکنم. این را قابل یادآوری میدانم که اگر هدف ما محاسبه از ای وای مساوی اکس برای ما باشه خیلی ما به بسیار سادگی میتونم که محاسبه کنم. مثلا ما میتونستم بگویم که که مساوی به طور مثال هر سلسله را به سادگی میتونم بدون لوپ هم محاسبه بکنم، که مساوی از یک تا به پنج. بعد از او بسیار ساده
آرش می گفتم که اف مساوی به اکس مربع، نه ببخشید کا مربع، و بعد از اون می گفتیم که سم اف انیمی و حاصل جمع اف پیدا کو، برای ما پیدا می کرد که سم اف چند میشه. به این شکل به سادگی می تونستم که حاصل جمع پیدا کنم. اما هدف ما این بود که از لوب چطور میتونیم در سلسله ها، در محاسبه سلسله ها استفاده کنیم. تشکر. لطفا درس ها را تمرین بکنین، بدون تمرین یاد نمیگیرین و لکچر بعدی را تعقیب کنین.